بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح دوشنبه 27 مرداد سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 یک شنبه شب 17 اوت یا آگست 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان، طی گفتگوی هفتگی امروز همراه میشیم با دکتر آرام حسامی و میپردازیم به داعش و ستیزگری های جهانی. شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید. دوشنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به بررسی رویدادهای خبرساز هفته از منظر مطالعات تطبیقی علوم و فلسفه سیاسی. پرداختن علمی به امر سیاسی گفتگوی هفتگی دیگری است که مستقیم از استودیوی صدای آمریکا در واشنگتن تقدیم شما میکنیم. همراه یک استاد علوم سیاسی در مونتگومری کالج مریلند و مدیر بنیاد مطالعات پیشرفته بین الملل در واشنگتن، دکتر آرام حسامی. خیلی خوش اومدید دکتر. درود و سلام شما شنوندگان. مرسی، ممنون، زحمت کشیدین. این 19 برنامه است که با هم داریم دکتر، و من میخوام خواهش کنم که یعنی یادآور بشم، یاد هممون بندازم از جمله خودم، که ما اینجاییم برای صحبت هایی که از شما بیشتر یاد بگیریم کانسپت ها، مفاهیم سیاسی رو. یعنی اینجا گرایش های سیاسی مون رو نشون نمیدیم، هر کسی گرایش سیاسی خودشو داره، اما مفاهیم سیاسی رو بیشتر میخوایم یاد بگیریم. مثلا گروه داعش با این همه خبر و بالاخره جار جنجال و اون همه خشونت و این همه چیزایی که اطرافش هست، چگونه است که اسم خودش رو دولت اسلام، حالا یه مدت خلافت گذاشتن بعد رسما گذاشتن دولت، حالا حکومت اسلام، آره، یا حکومت و غیره، این به چه معناست؟ این لغت، این مفهوم دولت یا حکومت در اینجا به خصوص با توجه به این مثال به چه معناست؟ من بسیار نیکوست. اول من که اصلا موزه سیاسی نداشتم و ندارم و نخواهم داشت، ولی سیاسی اونو بعضی موقع دوست دارم، به قول معروف. عرضم بزرگتون که این اول. دوم که حالا که گفتین مفهوم و واژه، ببینین یه واژه هست در علوم سیاسی ما استفاده میکنیم و باز این یه واژه بسیار کلیدیه، اما ترجمه خوبی هم براش نیست. یه واژه هست به نام، ما میگیم نیشن استیت، nation hyphenated state، یعنی تعریفش هست ملت دولت، یعنی ترجمهش هست. حالا ملت رو بذاریم کنار، من راجع به این استیتش اگه این دفعه بتونیم صحبت کنیم. که ترجمه استیت باز بعضی موقع دولت ترجمه میکنن، بعضی موقع حکومت ترجمه میکنن. این لغت بسیار لغت واژه کلیدی است برای در حقیقت درک مسائلی که در دنیا وجود داره، مثلا الان از جمله داعش. اولا که اکثر دعوا و جنگ هایی که میبینید در تمام گوشه های دنیا، از آفریقا بگیرید تا اروپا، یعنی اوکراین رو مثلا، یا داعش رو، یا سوریه رو، یا عراق رو، اگر ملاحظه کنید میبینید که، یا چچنیا، روسیه رو میبینید که دعوا سر تشکیل دادن یک استیت هست. که این استیت یا دولت یا حکومت باز ترجمه شده. حالا من استیت رو استفاده میکنم به خاطر که میبینید داعش هم رو باز ترجمه کردن یا حکومت یا دولت اسلامی، حکومت اسلامی یا دولت اسلامی. این یه واژه بسیار کلیدیه. چرا؟ اولا یه واژه تازه است به این معنا که نیشن استیت که گفتم، به این معنا که اول یک ویژگی های مخصوصی داره، به این معنا که از دو تا ترکیب دو تا در واقع ویژگی این لغت یا این واژه درست میشه. یکی که یک سرزمینی صحیح بایستی وجود داشته باشه، یعنی یه ویژگی که دارای سرزمینی باشه، یعنی فیزیکلی بدونن کجا در کدوم محل مستقر، بله، یک در حقیقت مرزهایی داشته باشه، یک سرزمینی در اختیارش باشه. ویژگی دومش که یک حکومت داشته باشه، که حالا یا دولت یا حکومت میگن، حکومت درست‌تره، یک حکومت داشته باشه. این
این وقت تفاوتش با اون حکومتی که قبلا گفتیم آره دیگه چیه؟ همین دیگه، چون این ویژگی دوتا، یعنی شما در حقیقت تمام جنگایی که در دنیا میبینید، اکثر جنگایی باستی بگم که الان میبینید، سر این است که چه کسی حکمرانی چه سرزمینی رو داشته باشه. صحیح. یعنی یا یک کسی مثل فلسطینیا استیت نداره، میخواد دارای این استیت بشه، یعنی تریتوری یا مرزهاش مشخص بشه و یک حکومت مستقل داشته باشه، یا اینکه اصلا مثل داعش هیچ موقع سرزمین نداشتن و الان موقعیتی میبینن که میخوان این حکومت رو برقرار کنن، که باز این حکومت یعنی اول از همه بایستی یک سرزمینی داشته باشه که بتونه یک حکمرانی یا یک دولت درش تشکیل بده. این دولت یا حکومتی هم که تشکیل میده بایستی یه ویژگی داشته باشه، اون ویژگی هم هست که در حقیقت انحصار قدرت داشته باشه، یا در واقع تنها قدرت مؤثر و مجریه اون سرزمین باشه، تنها قدرت باشه، یا با اونطور که تعریف کرده بودین قبلا در مورد دولت های یا حکومت های دموکرات، تعادل قدرت در خود اون داخل اون قدرت باشه. راجع یعنی به دو تا تفکیک میشه با استبدادی. بله دو تا، یکی نوع دولت، نوعای حکومت رو صحبت میکنیم، یکی تعریف این استیت رو، یعنی این در حقیقت حرفی که ماکس ویبر میزنه، میگه که بایستی موناپولی آف پاور باشه، یعنی در حقیقت یک حرف آخر رو یکی بزنه، یک کسی باشه قدرت که مجریه، یا در حقیقت درست قدرت قانونگذاری، قرآن قانون وضع کردن. صحیح. قدرت مجریه و قدرت این که شما بتونین قضاوت کنین در مورد مسائل متفاوت در زیر یک حکومت باشه. یعنی شما منظورم اینه که مثلا اگر در یک کشوری دو تا حکومت باشه، مثلا جنگ داخلی آمریکا، جنگ داخلی بود، یه پرزیدنت برای شمال آمریکا بود، یه پرزیدنت برای جنوب، در حقیقت این انحصار قدرت دیگه وجود نداشت، چون ادعای حکومت توسط دو تا تریتوری، دو تا سرزمین متفاوت مطرح شده بود. در این حالت اون انحصار وجود نداره، شما دولتی میخوان که قانونمند باشه، اما این قانون وضع کردن و قانون رو اجرا کردن و در مورد قانون رو تعبیر و تفسیر کردن در واقع از نظر حکومتی زیر لوای یک استراکچر، یک ساختار باشه. صحیح، یک ساختار باشه، یک مرجع واحد. حالا توی اونم بعد تفکیک میشه، اما مسئله اینه به این ترتیب آیا داعش با تعریف شما میخونه یا نمیخونه؟ خب الان همین دیگه، ببینین داعش در ادعاش این هست که بایستی یک دولت یا یک حکومت اسلامی رو یه جا تشکیل بده، حالا یا تو دمشق یا توی شام توی روس یا توی عراق یا توی سوریه. چرا و این دعوا سر چی هست که الان بس شد؟ این دعوا سر این هست که حکومتی، سرزمینی نمیتونه حکومتی در جایی که سرزمین نداشته باشه برقرار بشه. یعنی شما حکومت حاکم چی هستید؟ درست. و ادعاتون چیه؟ اما چون اسلامیش کردن، ادعا این است که ما باید یک حکومت اسلامی یا یه دولت اسلامی به وجود بیاریم در یه منطقه‌ای که ما خودمون میریم میگیریم، خودمون میریم تصرف میکنیم و این منطقه رو اسمشو میذاریم حکومت داعش، که حالا داریم میجنگیم که این سرزمین رو در حقیقت تصرف کنیم. بنابراین اونها هم ولو اسلامی باشن، اسمش اسلامی باشه یا واقعا اسلامی باشن، بی نیاز از سرزمین نیستن، به هر حال دارن ستیزه میکنن تا سرزمین بله بگیرن. و اصلا تمام دعوایی که میبینید، همه تو اوکراین عرض کردم، توی چین، توی روسیه، در عراق الان میبینید، داعش در سوریه، این مسئله فلسطین و اسرائیل، این مسئله در حقیقت اکثر جنگایی که الان میبینید سر این کنترل کردن سرزمین نیست که شما در حقیقت حاکمیتش رو به دست بیارید. اما چرا مطرح کردم این رو؟ چون یه واژه دیگه هست به عنوان دولت‌ها یا حکومت‌های مردود یا رفوزه، که اینم صحبت کردیم. بله، ما میگیم فیلد استیت. بله. دلیل این که مسئله داعش یک مسئله جهانی و غربی شده این هست که علاوه بر امکان تجزیه یه مملکت ممکنه وجود داشته باشه، امکان اینم هست که هم عراق هم سوریه تبدیل بشن به دولت‌های رفوزه، یعنی حکومت‌های رفوزه. چرا؟ چون ممکنه بعد دیگه اون مکانیزم یا ساختار قدرت که تا حالا وجود داشته وجود نداره و ادعای بیشتری در حقیقت دومی در مورد به دست گرفتن قدرت هست. خب چرا فیلد استیت یا دولت رفوزه یا حکومت رفوزه یا کشوری که ناکارآمد
بده، به خاطر اینکه اون موقع ممکنه همونجوری که القاعده در افغانستان این کار کرد یا در تانزانیا این کار کرد، اون که قدرت و اون حکومت یا اون کشوری که الان فیل شده، رفوزه شده، پناهگاهی بشه برای فعالیت‌های تروریستی و از این نظر مسئله غربی و مسئله تروریستی میشه. و برای همین است که کشورها با هم همکاری میکنن که حتی کشورهایی که حتی تروریست هم ندارن به فیلد استیت تبدیل نشن. بنابراین چرا غرب و به خصوص ایالات متحده آمریکا دخالت کرده اخیراً، ولو اینکه گفته بود سرباز نمیفرستم اما کمک میکنم، دخالت کرده با جنگنده های حمله های هوایی کرده، اینها اولین پاسخ یا توضیحش این هست که برای اینکه اون منطقه منطقه پرورش تروریسم بر علیه جهان نشه. بله درسته؟ بله و برداشت من دارم میگم که اگر درست نیست شما اصلاح کنید. بله درسته، ما ممکنه خیلی موقع توجیه کنیم، بگیم برای فعالیت‌های بشر دوستانه و نسل کشی که در اون منطقه داره انجام میشه، ولی واقعیت امر این هست که دو تا مسئله غیر قابل قبوله برای جامعه بین المللی و آمریکا. یکی که عراق به یک فیلد استیت تبدیل بشه، یعنی رفوزه بشه، حکومتش کارآمد نداشته باشه، اختلاف اونقدر باشه که تجزیه بشه و بعد با گروه‌ها و دولت‌های متفاوتی شما در تماس هستین و نمیدونید کدوم اینا در منطقه مسئول خواهد بود و بتونه جامعه رو اداره کنه. همین مثلا هم در سوریه ممکن اتفاق بیفته، یعنی داعشی که ممکنه از عراق رونده بشه و به سوریه پناه ببره، همین خطر هم در سوریه وجود داره که همونجور که میبینید الان به جنگ داخلی تبدیل شده. اما دلیلی که اصلی که باید مطرح میشه این است که ممکنه حکومتی که اینجوری افرادگراست و جنایت هایی میکنه، این عملیات تروریستی رو در واقع از اون کشور و اون من سرزمینی که به دست آورده استفاده کنه و در واقع جای القاعده رو در دنیا بگیره و بعد این خطر که اون خطر تروریسم بین المللی رو گفتین خیلی بیشتر زیادتر میکنه، هم برای اروپا هم برای آمریکا. البته اون قسمتی که گفتید که حالا صحبت‌های دفاع از حقوق بشر هم میشه که الان اونجا غیر نظامیان دارن کشته میشن یا اون عده‌ای که ایزدی‌هایی که گرفتار شده بودن روی کوه فلان، اینها منافاتی نداره کمک‌های بشر دوستانه‌ای که به اونها میشه با اینکه نمیخوان منطقه تروریست پرور به اصطلاح نشه این منطقه ها، منافات داره؟ بله نه، ببینید موضوع ارجحیته، یعنی دلیل این که مثلا الان به کردها کمک میشه که بتونن در مقابل داعش یک مبارزه انجام بدن و نذارن عراق یا کردستان هم به دست اینها نابود بشه، این هست که اون موقع دیگه شما نه تنها یک سرزمین رو اشغال کردید، بلکه الان با یک گروهی سر کار دارید که ممکنه عملیات تروریستی رو از اونجا به طور خیلی منسجم ادامه بده. و در از این نظر بله، یک ما میگیم humanitarian crisis، یک مسئله جنوساید یا نسل کشی ایزدی ها وجود داشت در عراق و مسئله بود، اما این مسئله با مسئله امنیتی که ارجحیت داره همونجور که گفتم هیچ منافاتی نداره. ولی دلیل این که واقعا وارد شده آمریکا به خاطر این هست که تمام تلاشایی که کرد که عراق و افغانستان به فیلد استیت تبدیل نشن این ادامه پیدا نکنه. آقای دکتر آرام حسامی بسیار ممنون از توضیحاتون. هدف این برنامه همین هست که ما مفاهیم رو، مفاهیمی که در علوم سیاسی کلیدی هستن رو، توضیحش رو از شما بشنویم. سپاسگزار از محبتتون، وقت گذاشتین، هر هفته میان اینجا از کاروبار و زندگی اینها، انشالله که نمونده باشین. و از شما نیز سپاسگزار از همراهیتون تا کنون. با ما بمانید تا بخش دوم خبرها و گزارش‌های بیشتر. ساعت در ایران 6:30 صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا 10 شب است. من به قول دوستان ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. بخش دوم خبرها را تقدیمتان می‌کنم. بر پایه گزارش‌های دریافت شده از اوکراین